حالا بشنوید از رسانه های رژیم آخوندی که با درج خبرهای دیکته شده وزارت بدنام اطلاعات بیشتر چنته خالی نظام آخوندی رو در توطئه چینی علیه اشرف نشون دادن. شاید نقل این خبرها بیشتر به درد برنامه های طنزمون بخوره، ولی خب میخوایم چند نمونهش رو ببینیم. مثلا در یک نمونه خبرگزاری سپاه پاسداران به نقل از به قول خودش تعداد کثیری از شهروندان عرب زبان ساکن خرمشهر و آبادان که از ابتدای جنگ تحمیلی به اسارت رژیم بعثی در عراق در آمده بودند، به نقل از اینها اطلاعیه رو جعل کرده و در سطر دوم همین اطلاعیه بلافاصله فراموش کرده که امضا کننده ها رو شهروندانی معرفی کرده بوده که خودشون اسیر شدند. بعدم به نقل از این به اصطلاح اطلاعیه یا هر چی که میخواین اسمشو بذارین اینطور نوشته: حال با عنایت و عفو مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و رأفت جمهوری اسلامی ایران به خاک مقدس میهن عزیزمان ایران بازگشته و در شهرهای خود در رفاه، آسایش و امنیت به زندگی روزمره خود مشغول و بعضن کشاورزی و دامداری به رونق و آبادانی شهرهایمان مبادرت داریم. با این بیانیه حمایت قاطع از دولت عراق درخواست داریم که بر رأی خود در اخراج منافقان پافشاری و آن را به مرحله اجرا گذارند. البته این تنها آه و ناله رژیم آخوندی برای درهم شکسته شدن توطئه ضرب العجل آخوند ساختش به منظور درهم کوبیدن اشرف و اشرفی ها نیست. دو نمونه دیگر رو هم بشنویم، دیگه تحلیل و تفسیر رو اینهاش رو میذاریم بر عهده خودتون. خبرگزاری فارس، امام جمعه اردبیل: دنیا و جامعه جهانی امروز با پدیده جهانی به نام ایران مواجه است که هیچ یک از این اراده های شوم استکبار و منافقین نخواهد توانست ذره ای در راه مستقیم و ولای ایران در رسیدن به اهداف الهی خللی ایجاد کند. رسالت: خروج نام سازمان مجاهدین از فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا را شاید بتوان داغ‌ترین خبر آغازین روز زمستان 1390 نام نهاد، در حالی که یکی از دادگاه‌های بدوی اروپا در سال 2008 میلادی با صدور حکمی دستور حذف نام منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی را صادر کرده بود، دادگاه عالی اروپا پس از 3 سال تأمل سرانجام با اعلام اینکه اتحادیه اروپا موفق نشده شواهدی دال بر تروریستی بودن گروهک منافقین را به دادگاه ارائه دهد، حکم دادگاه بدوی اولیه را تایید کرده است.